داستان دومی هم هست، هدفی هم باید حتما اولویت اول زندگیت باشه. پسره میاد پیش من میگه آقا به حول قوه الهی با کمک شما میخوام سال دیگه این موقع دانشجوی رشته پزشکی باشم در دانشگاه تهران. میگم خب اوکی حله، دمت گرم. برنامه شروع میشه هفته دوم. آقای ذوالفقاریه میشه برنامه امروز منو دستکاری کنی، کمش کنی؟ میگم چرا؟ میگه آخه امشب شالکه بازی داره و بشینم حتما ببینم. میگم آخه تو کنکور داری، بازی شالکه خیلی مهم نیست، کنکورت مهمه. نه آخه من حاضرم اون بازی رو ببینم ولی کنکور ندم. خاک تو سرت، پس هدف تقلبی بوده، اولویت اول زندگیت نبوده. اولویت اول زندگیت چیه؟ خواب، موبایل، خورد و خوراک، یخچال، پنجره است، دوست و رفیق، مهمونی، بیرون رفتن، فکر کردن، تو در و دیوار بودن. اولویت اول زندگی چیه؟ پس یه چیزی یادمون نره، ما باید حتما یه حرکت خوف بزنیم. وای از این طراحی، وای، یعنی دم برا بچه های طراح پادگان گرم. سویل داری سیستمو؟ خدای چند تا سیستم مشاور برنامه من که نمیشناسم تو کشور وجود داره اینجوری طراحی ها دقیق، روند کلی کار دقیقی که من خودم تعریف کنم آروم شم. همه اینجا آقا، همه شیشتونگ اینجا، ببینیم داستان چیه، ببینیم داستان چیه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. من میگم چجوری باید متوجه بشیم که هدف ما اولویت چندم زندگی ماست. بچه این خیلی مهمه ها، هدفت اولویت چندمته. آی اون دسته از بچه هایی که میاد به من میگید آقا من یه ورزشی هم دارم میرم، کنکورم میخوام بدم. میگم خب کدومش هدفته؟ آقا بریم ببینیم چی میشه. هیچی نمیشه رفیق، بزن کنار، سر کاری، الکی هزینه نکن، تو تعطیله تعطیلی. باید تکلیف معلوم بکنی، یعنی باید دقیقاً ببینی اون چیزی که میخوای چقدر برات ارزش داره، چقدر برات مهمه و چقدر قراره براش هزینه کنی از زندگیت، از زمانت، از جوونیت که بهش برسی. هیچ کدوم از بچه‌هایی که زیر صد آوردن نمیان بگن که من در عین این که درس میخوندم برای کنکور عضو تیم ملی والیبال هم بودم. نداریم چنین چیزی. دوتا کار بزرگ رو نمیتونی با هم دیگه پسش بر بیای انجام بدی. هدف یه چیزه تو بازه زمانی مشخص. من امسال هدفم پزشکی دانشگاهه، من امسال هدفم مکانیک صنعتی شد، من امسال هدفم حقوق دانشگاه علامه است. تکلیف رو معلوم کن. اما چجوری بفهمی هدف واقعیه؟ به همین سادگی. بچه اینجا نگاه کنید، هدف اولویت اول ولا غیر. نگاه کن تخته رو، حالا نگاه کن داستان چیه. همه اینجا، همه اینجا نمیخوام هدف بنویسی، زرت همه دارن هدف ها رو مینویسن. نگاه کن ببین داستان چیه. اون چیزی که واقعا عشقته، واقعا هدفته، واقعا به عشقش هر کاری میکنی که 100% بهش برسی به هر عنوانی، یعنی هدف مقدسه تر رو گوشه ذهنت نگه دار. حالا خوب به من گوش بده. همه آدم های موفق یه ترازو تو ذهنشون دارن. هدفشون یعنی همون چیزی که براشون مقدسه، همه زندگیشون رو میخوام بذارن که بهش برسن و میذارن روی یک کفه ترازو و تمام موضوعات زندگی رو که گهگاه میاد و نمیذاره اونا واسه هدفشون وقت بذارن، میذارن توی یک کفه دیگه ترازو و میبینن کدوم سنگین تره. این میشه اولویت مندی زندگی. آقا دارم درس میخونم به عشق دندون شهید بهشتی، رفیقم بهم زنگ میزنه میای سالون، چیکار کنم؟ دندون شهید بهشتی بذار یک کفه ترازو، رفتن سالون و 3-4 ساعت با بچه‌ها بودن رو بذار یک کفه، کدوم برات سنگین تر و مهم تره؟ کفه کدوم ترازو سنگین تره؟ زنگ میزنم به رفیقم، الو محمد، نمیام، دارم درس میخونم. آقا دارم درس میخونم، هدف چیه؟ حقوق دانشگاه علامه، زیر 200 میخواد. بیکوب دارم درس میخونم، یه هایی
چشم میفته به گوشیم که اون گوشه اتاقه، برم اینستا یه چرخی بزنم، بوتو ترازو، هدف